مرموزترین بیمارستان تسخیر شده ویورلی هیلز. بیمارستان تسخیر شده که محل وقوع اتفاقات ماوراءالطبیعه است. بیمارستان مرموز ویورلی هیلز در ایالت کنتاکی آمریکا قرار دارد و بیش از 110 سال است که سر پای استاده. گذشته ترسناک این بیمارستان وقتی با اتفاقات ماوراءالطبیعه امروزی مخلوط می شوند ابعاد وحشتناکی پیدا می کند. و حالا داستانی که باعث مرمر شدن پستتان می شود را بشنوید. بیمارستان ویورلی هیلز در ایالت جنوبی جفرسون در کنتاکی واقع شده است و در ابتدا ساختمان دو طبقه بوده است که در آن از بیماران مبتلا به سل مراقبت می شده است. سپس تصمیم گرفتند که این بیمارستان را گسترش دهند و ویورلی هیلز تبدیل به یک بیمارستان پنج طبقه برای بیماران مبتلا به مرگ سفید شد. چرا مرگ سفید؟ علت شهرت سیل به نام مرگ سفید این بود که زمانی که فرد به این بیماری مبتلا می شد رنگ پوست و رو به سفیدی می رفت. بعد از کشف درمان بیماری سیل این بیمارستان تبدیل به تیمارستان شد. از این دوره اتفاقات ماوراءالطبیعه شروع شدن. بازدید کنندگان بیمارستانی ویورلی هیلز ادعا می کنند که گاهی صداهای عجیب و غریب از راه روها شنیده می شود. برخی نیز ادعا میکنند که سایه هایی را در قسمت هایی از ساختمان مشاهده کردند. وحشتناک ترین بخش از این بیمارستان اتاق شماره 502 است. پس خوب است یک بار به گذشته این بیمارستان برگردیم. سرزمینی که امروز به عنوان ویورلی هیلز شناخته می شود توسط میجر تامس ایچ هیلز در سال 1883 به عنوان خانه خانواده هیلز خریداری شده بود. از آنجا که خانه جدید دور از هر مدارسی اطراف بود، آقای هیلز تصمیم به باز کردن یک مدرسه محلی برای دخترانش برای تحصیلشان گرفت. او شروع به ساخت مدرسه کرد و لزلی هیلز را به عنوان معلم استخدام کرد. با توجه به علاقه خانم هیلز به رمان‌های وارلی والتر اسکات وی مدرسه را ویورلی نامگذاری کرد. زمانی که هیئت بیمارستان این مدرسه را تبدیل به بیمارستان سیل کرد در هنگام خرید زمین نام ویورلی را همچنان حفظ کرد. در اوایل دهه 1900 مردم شهر جفرسون همچنان با بیماری سیل دست و پنجه نرم می‌کردند. در آن زمان ساختمان‌های پزشکی بیشتر به آن بنا اضافه گردید. در اوایل سال 1911 شهر لیویس لیویل آماده ساختن یک بیمارستان شهری جدید لیویس لیویل شد و کارکنان بیمارستان تصمیم گرفتند که در بیمارستان جدید شروع به کار کنند و بیمارستان ساختمان ویورلی هیلز تبدیل به مکانی برای نگهداری از مبتلایان بیماری های خطرناک مانند سیل شد و به عنوان یک ساختمان کمکی در کنار بیمارستان تازه تأسیس کار خود را ادامه داد. در دسامبر 1912 قسمت غرفه کودکان به بیمارستان هیلز اضافه گردید. غرفه کودکان نه تنها برای کودکان بیمار بلکه برای کودکان مبتلا به سیل که نمی توانستند به طور صحیح مورد مراقبت قرار بگیرند بود. با توجه به نیاز بیشتر این ساختمان به یک ساختمان پنج طبقه ای تبدیل شد که می توانست بیش از 400 بیمار را در مارس 1924 نگه دارد. این ساختمان جدید در 7 اکتبر 1926 افتتاح شد. اما بعد از معرفی داروی بیماری سیل در سال 1943 تعداد موارد سیل به تدریج کاهش یافت تا زمانی که نیازی به چنین بیمارستان بزرگ نبود. بیماران باقی مانده به بیمارستان لویزویل فرستاده شدند. ویورلی هیلز در جوان 1961 بسته شد. این ساختمان در سال 1962 به عنوان مرکز نگهداری سالمندان دوباره شروع به کار کرد. اما در سال 1982 توسط دولت به دلیل بدرفتاری با بیماران بسته شد. در مارس 1996 رابرت آلبروهسکی ویورلی هیلز و هومه آن را خریداری کرد.
و تبدیل به محل برای خواندن کتاب مقدس مسیحیان شد. پس از گذشت چند سال، ویورلی هیلز به تینا و چارلی در سال 2001 فروخته شد. آنها این ساختمان را تبدیل به محل برگزاری کنسرت کردند که با اعتراض محلی ها این ساختمان پلم گردید. از سال 2001 تا سال 2003 اتفاقات و مشاهدات عجیب در این ساختمان به وقوع پیوسته که شامل رویت شدن ارواح و موجودات عجیب بوده است. شاید با خود میگویید اینها همه خرافات است، اما تصاویر ضبط شده از ارواح این محل معروف ترین و حقیقی ترین تصاویر ضبط شده از ارواح در جهان است. خب بریم ببینیم چه اتفاقاتی در این ساختمان رخ داده است. در زمانی که این ساختمان بیمارستان بود، به دلایل نامعلومی، کمبود دارو و یا عدم وجود درمان، دکترهای این محل دست به آزمایشات فیزیکی روی بیماران زدند. وجود زخم‌های بسیار عمیق روی بدن بعضی بیماران نشان از آزمایشات مرگبار دارد که در این دوره روی قربانیان صورت می‌گرفت. در این زمان کم کم اتفاقات ماورالطبیعه این بیمارستان شروع شدند. در بیمارستان بیورلی هیلز راه روی به نام تونل بدن وجود داشت که بیماران خودکشی کرده و یا به هر نحوی دیگر جان باخته را بدون آنکه دیگر بیماران ببینند به خارج از بیمارستان انتقال می دادند. اولین مکانی که در آن اثر این موارد عجیب ثبت شده دقیقا همین محل است. شما می توانید مشاهده کنید. امروز از این راه رو صدای فریاد، گریه زنان و سایه های سرگردان مشاهده می شود. اهالی خانه هایی که در همسایگی بیمارستان در آن دوره بودند از شبه های سیاهی می گفتند که دور تا دور بیمارستان سرگردان بوده، باعث وحشتشان می شدند. و هزاران شکایت افرادی وجود دارد که به عیادت خویشاوندان خود می رفتند و با اشباح در بیمارستان روبرو می شدند. روح دختر جوان و کودکی که در حیات بیمارستان توپ بازی میکند دو مورد ثابت و بی آزار این بیمارستان است که از طرف افراد مختلف در سالهای متمادی مشاهده شده. اما ترسناکترین محل در ویورلی هیلز اتاق 502 که محل خودکشی همزمان دو پرستار بود. یکی از پرستاران به وسیله یک تناب خود را در اتاق القابض کرد، دومین پرستار از پنجره به بیرون پرید و متاسفانه فوت کرد. اما ماجرا وقتی عجیب می شود که صحنه دار زدن بارها و بارها در مقابل چشمان وحشت زده مردم کنجکاوی که به این اتاق رفتن اجرا می شود، و یا بعضی از افراد که به این اتاق سر زدن ادعا می کنند توسط موجود مجهولی از پشت هل داده شدند. اما افرادی هم بودند که زنی را از حیات بیمارستان میبینند که خودش را از پنجره اتاق 502 به بیرون پرت میکند ولی به زمین نرسیده ناپدید میشود. بیمارستان وحشت ویورلی هیلز در سال 2006 دستمایه فیلمی به نام The Ghosts of Waverly Hills شد. در نهایت تیمارستان بسته شد و ساختمان در حال حاضر فقط در اختیار محققان حوزه ماورالطبیعه و حتی چند شبکه تلویزیونی است که برنامه‌هایی در ارتباط با این موضوع ساخته و روی آنتن بردن. خب شما در این مورد چی میدانید؟ آیا شنیده بودید؟ میتوانید در بخش کامنت با ما نیز شریک سازید. تا ویدیوی بعد، بدرود.